با سلام و درود خدمت بینندگان محترم تلویزیون آریا با یکی دیگر من رضا هوشمند هستم با یکی دیگر از برنامه های گفتگوی هفته در خدمتتون هستم به دلیل اهمیت موضوع رفراندوم اخیری که توی استان در جریان هست میخواستم برنامه امروز رو اختصاص بدم به مسئله رفراندوم سیستم انتخاباتی استان بریتیش کلمبیا همونجور که میدونید سیستم موجود توی استان و توی کل کشور کانادا سیستم نخست نفری یا فرست پست پست هست که سیستمی است که از اونجایی که از سیستم انگلوساکسون و انگلیسی میاد و حزبی یا گروهی که اکثریت کرسی های مجلس رو بگیرند دولت تشکیل میدن به همین دلیل دو تا قوه اصلی کشور که قوه مجریه و قوه مقننه هست در اختیار اون حزب قرار میگیره سیستم نخست نفری که موجود هست نقطه ضعفای بسیار زیادی داره. هرچند هنوز یه کشور دموکراتیک هست اینجا و سیستم دموکراتیک هست، منتها همونجور که خود دوستان می‌دونن دموکراسی هم لیول های مختلف داره. توی این سیستم نخست نفری نقطه های زیادی وجود داره برای روشن کردن این نقطه ضعف. در جلسه امروز من سعی دارم که نه ضعف‌ها رو یکی بگم و اون یا حتی تشبسات و افکاری که بعضا تو جامعه ایرانی یا تو جامعه غیر ایرانی نسبت به این موضوع مطرحه نخستین ایرادی که وجود داره این هست که تو سیستم نخست نفری یک به تجربه سالیان متعدد به طور مثال یک حزب میتونه با 39 درصد یا 40 درصد 41 درصد آرا تمام اکثریت کورسی های پارلمان رو به دست بگیره و با گذروندن مصوباتی که مورد نظرش هست از پارلمان تمام خواسته هاش رو به اون 61 درصدی که بهش حتی رأی ندادن هم تحمیل کنه بدون اینکه نیازی باشه که با اونها مشارکت یا مشاورتی در امور داشته باشه اگر بخوایم به طور مثال من اومدم انتخابات اخیر فدرال رو که سال 2015 برگزار شد تو سطح کل کانادا و دولت آیت رودو برنده اون انتخابات شد رو انتخاب, انتخاب کردم و آمار اون رو گرفتم و مقایسه کردن با آمار سایر مثلا احزاب مختلف رو گرفتم اگر به این آمار دقت کنید میبینید که از هر ۳8 هزار تا ریی که به نفع حزب لیبرال و حزب حاکم ریخته شده یه کرسی به دست اومده در صورتی که همین میزان آرا پنجاه و هفت هزار رای برای حزب کانزرواتیف هست یعنی یک نفر که به حزب لیبرال رای میده آرایش دقیقا معادله با یک نفر که به حزب کانزرواتیف رای میده نیست و یا برای حزب NDP هفتاد و نو هزار نفر میتونن یک کرسی انتخاب کنن و همینجور برای بلاک کپکوها که فقط تو استان کبک هست هر 83 هزار نفر تونستن یک کرسی بگیرن در صورتی که این فاجعه ای این سیستم اونجایی بروز میکنه که مثلا برای حزب گرین باید 603 هزار نفر رای بدن تا یک کرسی به دست بیاد این نشان دهنده عدم تناسب بسیار بسیار بالا و به نوعی تبعیض آلود هست در این سیستم موجود به طوری که اگر با اصل روح دموکراسی که قرار بود رأی همه افراد معادل همدیگه باشه همخونی نداره این سیستم و این نیست که در سیستم دیگر یا سیستم های دیگر این آرا دقیقا مساوی همدیگه هستن نه به هیچ وجه تو های تناسبی هم مساوی نیست ولی تو سیستم های تناسبی اگر نسبت بگیرید رأیها بسیار بسیار مناسبتر و تر توضیح شده توی نهادهای تصمیمگیری دومین مسئله این که یه چیزی که توی متاسفانه توی جوامع غیر ایرانی و جامعه ایرانی این موضوع زیاد نمود پیدا کرده این که اکثر دوستان فکر میکنن که این رو فقط حزب NDP و حزب سبز دارن این کمپین رو جلو میبرن در صورتی که اینطور نیست از خانم کریستی کلارکی که لیبرال بی سی و یا محافظ کار هست تا آقای دیوید سوزوکی که طرفدار محیط زیست هست و از فعالان شناخته شده و بین محیط زیست هست همشون خواهان تغییر این سیستم و برقراری سیستم تناسبی جدید هستند از بخشی از حزب لیبرال بخشی از حزب اندی و سبز و بسیاری از فعالانی که اصلا اساسا به دلیل غیر دونستن این سیستم انتخابات از رأی دادن امتناع میکردن طرفدار این سیستم هستند به دلیل اینکه احساس میکنم با سیستم جدید حرف اونها صدایی خواهد داشت رأی اونها صدایی خواهد داشت و تبدیل به یک کرسی میشه هرچند ضعیف اما شنیده میشه به همین دلیل بعضی از دوستان میان میگن که خب این فقط توی یه سری کشور خاص این اجرا شده در صورتی که طبق آمارها حدود 60 کشور جهان هستند که سیستم نخست نفری داشتند اما به دلیل نیازشون تغییر دادن سیستمشون و سویچ کردن روی سیستم تناسبی بعضی از دوستان احساس میکنن که خب چون تو کشورهایی که قبلا دچار فاشیزم بودند و این سویچ رو انجام دادن و این تغییر رو انجام دادن پس تنها خطر از جانب اونجاست و چون کانادا کشوری است که سابقه بروز فاشیزم مثل آلمان، اسپانیا یا ایتالیا نداره پس ما نباید این رو داشته باشیم در صورتی که چنین نیست اساسا سیستم تناسبی وقتی به وجود میاد و نیازش بیشتر میشه که کشوری دارای دو حزب یا بیشتر باشه بیش از دو حزب باشه وقتی که مثلا سه یا چهار حزب باشه این اتفاق ممکنه بیفته کما که این اتفاق تو خیلی از انتخابات هایی که خود کانادا هم داشته چه در سطح استانی و چه در سطح فدرال تکرار شده بنابراین این صرفا به دلیل چیز نیست من جمله کشورهای اسکاندیناوی سوئد نروژ بسیاری از کشورهای ایرلند استرالیا اینها هم جزو کشورهای هستند که تغییر دادن سیستمشون رو به سیستم تناسبی و اصلا دچار فاشیسم هم نبودن پس بنابراین ما نمیتونیم صرفا این رو مبنا قرار بدیم یکی دیگه از خطرات و معضلاتی که بعضی از دوستان اسم میبرن این هستش که احتمال داره احزاب کوچکتر راهیابی پیدا کنن به مجالس و تاثیرگذاری توی تصمیم گیری ها پیدا کنن این احتمال وجود داره ولی این احتمال اتفاقا آیا باید بحث کنیم ببینیم بد هست یا خوب هست اگر بخشی از گرایش های جامعه بی صدا باشند بهتره یا همه گرایش های جامعه به نوعی صدا داشته باشند بعضی از دوستان اشاره میکنن خب چون این احزاب کوچکتر میان توی مجلس و امکان گذاریشون و اطلاف های مورد نیاز برای به دست آوردن اکثریت برای تشکیل دولت به وجود میاد پس بنابراین هر حزب کوچیکی میتونه نقش خیلی زیادی رو داشته باشه در صورتی که این چنین نیست و تجربه کشورهای اسکاندیناوی که از نظر اقتصادی کانادا به اونها از نظر اقتصادی هم نزدیکتر هست و کمتر به اون کشورهای اروپایی که مثال زده میشه نزدیکتر هست اینها نشون میده که دولت‌های قویتر پایدارتر و دولت های ماندگارتر بیشتر در این سیستم امکان بروز داشتن باز من اشاره دیگه ای دارم که این کمپین متعلق به هیچ گروه خاص و هیچ دسته خاصی نیست ما باید این رو فراگیر بودن این رو اشاره کنیم یکی دیگر از مسائلی که برخی از حرف روی این انتخابات حساسیت بیش از حدی نشون میدن این است که بعضی از دوستانی که توی زمینه های ملک و مسکن چه به صورت سرمایه گذاری و چه به صورت حرفه کارشون بوده احساس میکنن که این رکودی که الان ما به صورت نسبی تو بازار ملک و مسکن شاهد هستیم ناشی از روی کار اومدن این طرز فکر بوده و این طرز فکر میخواد با تغییر سیستم انتخاباتی این رکود رو افزایش بده در صورتی که این اساسا این تفکر غلطه این سیکل اقتصادی بوده که افزایش قیمت ها طی کرده به حد اکثریتش رسیده بوده با و ب ب ب ب ب ب ب با به بیتعادلی با سایر قسمت های اقتصادی منجر شده دولت چه در سطح فدرال چه در سطح استان تصمیم گرفته که برای قلبه بر این بیتعادلی سیاستهایی رو بگذاره و این سیکل در حال برگشت هم به زودی خواهد بود و این ربطی به اینکه چه دولتی سر کار باشه یا نباشه به صورت مؤثر نداره شاید تأثیرات کوچیکی داشته باشه ولی تاثیر تاثیر آنچنان بالایی نیست بنابراین ارتباط دادن این به اون به اون مسئله و دانستن این قضیه ناقصه من یه اشاره دیگه هم بکنم اگر بر اساس سیستم تناسبی همین الان انتخابات اخیر استان رو بخوایم دستبندی کنیم چه بسا حزب اندیپی یا حزب سبز تر از این بشن و حتی کرسی هایی رو از دست بدن و مجبورشن که با سایر احزاب به مشارکت بیشتری تن بدن بنابراین اصلا این رو نمیتونیم به صورت حزبی موضوع رو نگاه کنیم موضوع ورای حزبی است عرض کردم بخشی از احزاب لیبرال و سایرین هم در این داستان دخیل هستند و صرفا وضع کردن این به موضوع حزبی و اینها یه مقداری بهره برداری سیاسی مخالفان این طرح هست و به صورت به سراحت از دوستان از همیهنان میخوام که نسبت به این قضیه یه مقدار حساسیت بیشتری نشون بدن دلیل دیگرش هم این هستش که مشارک وقتی که توضیع کرسی ها در سطح استانی بیش از این بشه که الان هست احتمال صدا داشتن ماینوریتی ها اقلیت ها مثل جامعه ایرانی مثل سایر جوامع بیش از این چیزی میشه که الان وجود داره و اتفاقا از این سیستم بیشتر ما احتمال داره جامعهمون بهره بهرمند بشه و کرسی های بیشتری رو به جامعه ایرانی تعلق پیدا کنه پس با توجه به همه این مسائل این رو هم در نظر داشته باشیم یکی دیگه از نقطه ضعف هایی که تو این سیستم اشاره میشه این هستش که گویا به خاطر اینکه رأی دوم یا سوم خونده میشه مثلا رأی افراد به حزب دیگری داده میشه یا افراد از طرف احزاب دیگری رای میارن و میان به مجلس را پیدا میکنند اصلا اینطور نیست شما در یه, انت... در یه برگه انتخاباتی به طور مثال اگر منطقه نورشور رو در نظر بگیریم اگر ما در سطح استانی و در, در سطح فدرال مثلا سه تا نماینده میتونیم داشته باشیم تو کل نورشور ما میتونیم به سه تا انتخاب تو برگه رأیمون رای بدیم و میتونیم هم به صورت حزب مورد علاقمون هم به صورت فرد مورد علاقمون هم با اولویت های دوم و سوم مراجعه کنیم بعد کل اینها وقتی ریخته میشه توی یه دونه به قول سبد و از دل اونها به احزابی که بیشترین رأی رو آوردند سهمیه داده میشه رأی دوم و سوم هم تو اولویت قرار میگیره به این ترتیب امکان این که افراد بخوان بتونن به هم به حزب مطبوعشون و مورد علاقهشون رأی بدن و در کنارش اگر ببینن که اون حزب در اون حوزه احتمال رأی گرفتن رو نداره به فرد دیگری هم رای بدن بدون اینکه نگران باشن که رأیشون دور ریخته میشه الان تو سیستم نخست نفری موجود جوری هستش که به طور مثال کسی که توی برنابی طرفدار حزب لیبرال هست برای اینکه میبینه توی یک یه بخشی از این حوزه ها احتمال روی, روی کار اومدن حزب لیبرال وجود نداره برای اینکه حزب کانزرواتیو رای نیاره میاد به حزب ان رای میده همین مثال توی نورشور هست توی نورشور اگر کسی طرفدار حزب ان هست برای اینکه حزب کانزرواتیو رای نداره میاد رای استراتژیک میده به قول معروف و به حزب لیبرال رای میده این دوتا متناقض با اون افراد و بودن افراد که اون روح دموکراسی رو درش داره هست و این نشونه نقایص این سیستمه در صورتی که در سیستم تناسبی شما میتونید به اولی رو به حزب مطبوعتون رای بدید بدون که نگران باشید دومی و سومی رو با توجه به رای استراتژی و با توجه به شناختی که دارید که رایتون هم اثرگذار باشه و صدا شنیده بشه خیلی ممنون و سپاسگزار از توجهاتتون تا برنامه بعدی که در خدمتتون باشیم Mm-hmm. <laughs>